آقای قلعه‌نویی شما با چه روی پا شدی رفتی قطر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حضور ژاپن و کره و عربستان؟ علی علی ببین علی آقا، من قراره تو این ویدیو یه سری فکت از دوران بسیار موفق امیرخان در جام ملت‌های 2007 ارائه بدم. بعدش این 16 سالی که ایشون رو به ناحق از نیمکت تیم ملی دور کرده بودن رو بررسی کنم، ببینم چی به سر تیم ملیمون با مربیای مختلف به خصوص کیروش اومده. تاکید میکنم که اینا فقط یه سری فکته. اگه من حرف خلاف واقع زدم، هر جا که شما گفتی من میام. قبول؟ قبول. امیر قلعه‌نویی بیش از 16 ساله که داره خواب می‌بینه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 16 ساله که داره خواب می‌بینه قهرمان آسیا شده، 16 ساله داره خواب می‌بینه تعویض وحید طالبلو و رودباریان تو دقیقه 118 بازیشون با کره تو 1/4 نهایی جام ملت‌های 2007 جواب داده و طالبلو بیش از یه دونه پنالتی رو مهار کرده و تیم رفته بالا و آخر بازی نماز شکر به جا آورد. اما هر بار که این خوابو می‌بینه، لیوونجای، مهدی مهدویکیا و رسول خطیبی به خوابش میان و خوابش رو تبدیل به کابوس میکنن و از خواب میپره. قلعه‌نویی 16 ساله که داره خواب میبینه تو کوچه و خیابون، هر وقت مردم میبیننش تحسینش میکنن و میگن امیرخان بابا ایول دمت گرم، بابا اون سال من دیدم تو 2 تا دروازه‌بان آماده استقلالی داری ولی پارتی بازی نمی‌کنی، حسن رودباریانو میذاری دروازه، اصلا شیفتت شدم به مولا، به خدا بابا تو خیلی خفنی. من تا قبل سال 2007 فکر می‌کردم فریدوزندی هافبک وسطه، نگو اشتباه از من احمق بود، فریدوزندی بک چپه، اصلا من لبه خط فقط بازی کنه، بره بیاد همینجوری همچین موهای لختش اینجوری بیفته بالا ما حال کنیم. قلعه‌نویی 16 ساله که داره خواب می‌بینه تو مراسم بهترینای سال 2007 آسیا نه تنها به خاطر قهرمان کردن ایران جایزه بهترین مربی سال بهش داده میشه، بلکه جایزه بزرگترین دستاورد سال هم به خودش داده میشه. چرا؟ چون کاری کرده که آقای گل جام ملت‌های آسیای 2007 جناب آقای رضا عنایتی در تغییر پستی هوشمندانه از مهاجم نوک به وینگر رونده تغییر پست بده و تمام تصورات قبلی ما نسبت به رضا عنایتی کلا به هم بریزه و همشون سوء تفاهم باشه. قلعه‌نویی 16 ساله داره خواب می‌بینه رسول خطیبی به خاطر نمایش‌های به یاد ماندنیش در جام ملت‌های 2007 نه تنها شماره 10 تیم ملی رو پوشیده، بلکه شماره 10 بارسلونا رو هم از آن خود کرده. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. حالا بعد از 16 سال دوباره امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی ایرانه. قلعه‌نویی بالاخره به آرزوش رسید و مزد سکوتش رو در مهمترین و پرتنشترین مقطع تاریخ معاصر ایران با به دست گرفتن سکان تیم ملی ایران گرفت. کسی که پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر ایران با 5 قهرمانی، کسی که با 4 تیم مختلف تونسته نایب قهرمانی لیگ برتر رو کسب کنه، اما از آخرین قهرمانی ژنرال قلعه‌نویی توی لیگ برتر بیش از 10 ساله که می‌گذره. 10 سال. توی این مدتی که قلعه‌نویی سال به سال بین تیم‌های مختلف لیگ برتر جابجا می‌شد و بازیکن‌های مورد علاقه‌ش رو همراه خودش می‌برد و برای قهرمانی لیگ برتر ایران بجنگه، هدایت تیم ملی فوتبال ایران به مدت 3.5 سال بین انواع و اقسام مربیای ایرانی دست به دست شد. از پرویز مظلومی و منصور ابراهیم زاده و سلطان علیرضا منصوریان بگیر تا علی دایی که رئیس جمهور مملکت برکنارش کرد و افشین قطبی که هیچ وقت شناخت خوبی از کف دستش پیدا نکرد. این شد که فرصت دادن به مربیای ایرانی جای هیچ توضیح و دفاعی باقی نگذاشت و بعد از کش و قوس‌های فراوان کارلوس کیروش سرمربی سابق رئال مادرید و مربی سابق منچستر یونایتد شد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، همون کسی که رسانه‌های داخلی شیفته تجربهش در اروپا و کاریزماش در زمین و بیرون از زمین شدن و سالهای سال پشت جنجالی ترین تصمیماتش ایستادن تا این آدم بتونه فرهنگ جدیدی در فوتبال ایران بسازه. کارلوس کیروش اول که بود و چه کرد؟ کارلوس کیروش اول در 4 تورنمنت بین‌المللی ایران را رهبری کرد. او توانست تیم ملی ایران را با تکیه بر مقاومت همه جانبه همه بازیکن‌ها، اعتماد به ژن ایرانی و کمی سفیدی به جام جهانی 2014 برزیل برساند. او در برزیل با زدن تنها یک گل، آن هم توسط هافبک دفاعیش جواد نکونام، ژوگوبونیتوی ایرانی را به رخ جهانیان کشید. مهمترین دستاورد او در این جام نمایش غرورآفرین در برابر آرژانتین بود که نشان داد ایرانیان نماد و اسوه مقاومت هستند. طی سالهای 2011 تا 2019، یعنی مقطع اولی که کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، چندین و چند بازیکن برجسته تیم ملی یا از تیم کنار گذاشته شدن یا اعلام بازنشستگی کردند تا نسل جدید جایگزین اونا بشه. کنار گذاشتن مهدی رحمتی و میدون دادن به علیرضا حقیقی جوان و بعدها علیرضا بیرانوند، کنار رفتن مدافعینی مثل محمد نصرتی، هادی عقیلی و سید جلال حسینی و میدون دادن به امثال پورعلی گنجی، پولادی، مجید حسینی، کنانی زادگان و روزبه چشمی، تموم شدن نسل طلایی هافبک‌های ایران، نکو، آندو، علی کریمی و مهدی مهدویکیا و بازی دادن به امید ابراهیمی، احسان حاج صفی، وحید امیری، احمد نوراللهی، سعید عزت اللهی و اشکان دژاگر. ورود نسل جدیدی از مهاجمان به تیم ملی تا بلکه یک بار برای همیشه جانشین‌های خوبی برای دایی و هاشمیان پیدا کنه. کیروش روی اسم خیلی خط کشید تا جا برای کوچان نژاد، سردار آزمون و طارمی باز بشه. کیروش اول با بدشانسی محض در جام ملت‌های آسیا 2015 در ضربات پنالتی مغلوب عراق شد. در این مسابقه کریر مهرداد پولادی در تیم ملی کلاً به پایان رسید و علیرضا حقیقی به عنوان خلاف جهت ترین بازیکن دنیا معرفی شد. باز هم از شایستگی‌های تیم کیروش چیزی کم نشد. از نظر کارلوس کیروش، نسل جدید فوتبال ایران برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید در جای خارج از ایران فوتبالشون را ادامه میدادند. کیروش مهمترین بازیکنهای خودش رو فرستاد اروپا تا به دور از حاشیه‌های بچگانه فوتبال ایران سازماندهی تیمی و زندگی حرفه‌ای یاد بگیرند. کیروش ترکیبی از بازیکنهای یک دست و همسن و سال رو مدیریت کرد تا ایران با اقتدار به جام جهانی 2018 برسد. کیروش اول در جام جهانی 2018 با مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه شد و از اونجایی که کسی انتظار نداشت تیم ملی تا لحظه آخر شانس صعود به مرحله بعدی رو داشته باشه، فلذا حذف این تیم نه تنها جایگاه کیروش رو تضعیف نکرد، بلکه در بین تمام مسئولین وقت و مردم این اطمینان ایجاد شد که این تیم با حمایت دولت و دعای خیر مردم میتونه فاتح جام ملت‌های 2019 بشه، که تیم ملی ایران با قبول شکست مقتدرانه 3-0 در برابر ژاپن حتی نتونست به فینال رقابت‌ها صعود کنه و دست خالی جام رو ترک کرد تا دوران کیروش اول در تیم ملی به پایان برسه. نسلی که کیروش برای فوتبال ایران به جا گذاشت، هر بار یه امید واهی به ما میداد که بالاخره قرار انتظارا به پایان برسه، قرار بالاخره از گروهمون تو جام جهانی صعود کنیم، قرار بالاخره به فینال جام ملت‌های آسیا برسیم و قهرمان بشیم. اما هر بار که یوزهای ایرانی به تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام شدن، با انگیزه شاد کردن دل مردم به مصاف حریفاشون میرفتن و در حالی که هیچ وقت هیچی از ارزش‌هاشون کم نمی‌شد، موش آب کشیده برمیگشتن فرودگاه امام و در کمال ناباوری با استقبال خودجوش مردم ایران مواجه می‌شدن. دوره ویلموتسیان به دلیل وجود اختلافات داخلی، بی‌لیاقتی مدیران و خوشگذرانی بازیکنان به دوره سیاه فوتبال ایران شهرت داره که ما از این دوره عبور می‌کنیم. خیلی دوره خوبی بود. پس از ناکامی‌های تیم ملی ایران در دور مقدماتی و بالا رفتن خطر از دست رفتن سهمیه صعود به جام جهانی 2022 قطر، دراگان اسکوچیچ، سرمربی سابق خونه به خونه بابل، به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد که برخلاف تصور رسانه‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت و با ثبت رکورد 10 پیروزی پیاپی تیم ملی را به جام جهانی 2022 قطر رساند. او به دلیل تغییر رئیس فدراسیون و حضور مجدد مهدی تاج در 16 شهریور 1401 و تنها 2.5 ماه مانده به آغاز جام جهانی از سمت خود عزل شد تا دوران دوم کارلوس کیروش در تیم ملی آغاز شود. کیروش دوم که بود و چه کرد؟ کیروش دوم سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر بود که با گرفتن مبلغی توپل به عنوان دستمزد سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران رو در جام‌های جهانی رقم زد. او که همان نسل تحت پرورش خودش را در این جام در اختیار داشت، به جز بردن ولز بدبخت بی تجربه 10 نفره هیچ کاری از پیش نبود. کیروش دوم نچسب ترین، بی‌لیاقت ترین و گندگوز ترین تیم تاریخ فوتبال ایران رو به سمت قهقرا رهبری کرد. او در سالهای بعد قطر رو هم به همین سمت رهبری کرد. فلزا سرمربیگری تیم ملی ایران فشارش بیشتر از سرمربیگری تیم ملی برزیله. 1-2 تا بازی و دستگرمی انجام میده که نگن یه وقتی خدای نکرده آقا سعید بدون باشگاه.